بسم الله الرحمن الرحیم قیسه پنج درهم امام یک از مسجد ها حکایت میکنه که سال 1994 بعدی زیاد تبابت گرفتن دخترم در همون شهر که زندگی میکردم طبیبا خلاصه ایده آمدن که باید ای را به مرکز برین یعنی که پای برای تبوبات برین بعد میگه دخترم ما گرفتم و مرکز شهر آمدم وقتی که داخلی بیمارخانه شدم بیمارخانه خیلی کلان بود سینی سال امام هم خودش از شست هفتاد بالاست بعد میگه بعدی چند قدر پیاده گشتن خیلی مانده شدم و در سایه یک درخت نشستم و دخترم در برم و جوانی نزدم آمد در تن لباس دختری داشت و گفت که ای پدر مشکلی داری اگون سوالی داری بعد میگه براش گفتم که بله دخترم به ماره از همون شهر که زندگی میکنم مرکز مرا روان کردن بعد گفت که یگان حجت یگان تشخیص تیبی از همون شهر خودتون داری بعد میگه را برای برآوردم دادمش وقتی طبیب میگه پاسپورت مرا قطی ورقا نگاه میکرد یک بار به با من نگاه میکرد یک بار به با ورقا چشماش میگه پری آب شید ما حیران شدیم که چرا این خیلی میکنه میگه نزدوم شیش دختر رو گیریه میکرد از پیشانین بوسه میکرد پس میگه حیران شدیم گفتم که پیسر رو آیا دختر رو کسلی به زب داره که گریه میکنی گفت نه خیر است انشاءالله میگه از جوش خسته، دختر ما با دستای خودش برداشت و گفت که پدر از خفای ما بیا وقت داخل بینا شدیم همگی سلامش می دادن همگی احترام نسبتش می کردن. از رفتارش معیم بود که خیلی نفر بالا مقام در این بیمارخانه بود میگه رسیدیم به همون اتاق که تشخیص دختر ما شروع کردن میگه در خود همون روز تمامی تشخیص انجام دادن ساعت چار شب دختر ما جراحی کردن و جراحی خیلی موفق هم انجام میافت بعد میگه برامد گفت که پدرجان دخترتون رو جراحی کردیم و جراحی رو هم خیلی خوب انجام میافت اما از شما خواهش میکنم برای اطمینان شدن که دختر شما خیلی خوب است بیا خانه ما بریم یک مدت, در اونجا بیست تا خودم از حال دخترچه شما هر روزه با خبر باشم بعد زیاد ناروزیگی خلاصه مرا روزی کنون که به خانه اون بریم بعدا هفت شبانه روز در خانه این دکتر ماندیم امام میگه من تعجب میکردم زنش دختری دخترچه مرا همچون دختری خودش نگاه بین میکرد و این مرد خودش مرا از فرزندام زیادتر احترام میکرد میگم بسیار تعجب میکردم نمیدونستم که این جوان کی است بعدا روز هفتم بود در سرخان آماده کردن در سر میز میگه همه تیم همه از شروع کردن به خوردن من غذا نخوردم پس میگه دکتر با تعجب گفت که پدر چرا غذا نمیخوری گفتم قسم به خدا دست به تمام نمیبرم تا نگوی که تو کی برای چی تو قدر خدمت میکنی از کجا آمده ای؟ تو مرا از کجا میشناسی؟ و با, با کدام سبب این قدر نسبت من مهربانی؟ قسم به خدا تو اگر نگوی که تو کی من تمام نمیخورم هرچند میگه این طرف اون طرف حاشیه روی میکرد دکتر اما امام میگه گفتم نه باید تو بگوی تو کی و برای چی نسبت من این قدر احترام قائلی پس میگه دکتر گفت که پدر جان سال 1964 در یاد داری وقتی که از یک کشلاق به کشلاق دیگر می رفتی، یک موتور داشتی در قفای اون میگه من همراهی یک دوست دیگر نشسته بودم بعد برای من پنج دیر هم دادی بعد شیخ میگه بله بله میگه تو از فلان کشلاق پسر فلانی نیستی گفتم بله پسر فلانی هم. امام میگه در یادم آمد وقتی همون دو نفر در عقیب مطرال من میگه نشستن ایش با ایش صحبت میکرد یکیش میگه میگفت که من این سال مکتب رفته نمیتونم چون که پدرم تمام تجهیزات هایی که برای مکتب لازم دارم خریده نمیتونه و برام گفت که این سال تو مکتب نمیری. پس میگه امام وقتی که در همون منطقه همون جوانو رسیدیم از کیسان بر آوردم پنج درهم که به اون پنج درهم اون وقت میگه تمام لوازمات مکتبی را خریده میشی میگه براش پنج درهم دادم و گفتم که ای را بگی برای لوازمات مکتبی تا بخر میگه جوان رد کرد و گفت که نه ای را پدرم خیال میکنه که من از کجای دزیدمش برای همین نمیگیرمش پس امام میگه پسر میگه ای پنج دیر همه بگی بگو فلانی داد پدری تو مرا خوب میشناسه ما با پدری تو دوستی داریم طبیب با این مرد پیره مرد میگه پدر جان انا مون پنج دیر همی تو بود که مرا به عنوان پروفسوری رسام در علمون به مرخانه که تو بودی از همه کلان منصب من دارم پنج دیر همی تو سبب شید که برم تیب خانم و پروفسور بهترینی جزائیر بشم قسم به خدا اگر تمام مال دنیا را برای ما بتیان جای او پنج دیر همه نمیگیره اگر چی خدمت من نسبتی تو بکنم یا کرده باشم نمیتونم او خدمتی تو را به بیارم خداوند برای تو در دنیا و در آخرت جزای خیر بتیه سبحان الله برادر و خواهر عزیز هر کاری که انجام دادی برای تو همون طور دیگر مردم برخورد خواهند کرد یک درهم اگر در راه خدا صرف کردی او درهم روز می شود که برای تو برمیگردد پس هر کی محتاج و نیازمند است محتاج و نیازشون را تا این که فرصت داره برآورده بگردانیم خداوند یار و یاورتان